با درود به شما عزیزان جوان آواز، بحث ما کتاب و تحریرها هست. تحریر یکی از بخش‌های مهم آوازی هست که قسمت در واقع مکمل جملات شعری رو در آواز تشکیل میده و اینکه ما در دو بخش آواز که کلام داریم و تحریرها هستن که تکمیل کننده شعر و کلام هستن در آواز. ما چند نوع تحریرهای معروف داریم که خیلی ها باش آشنا هستن و شنیدن از خواننده ها و هنرجویان آواز از معلم هاشون، که حالا به اسمای مختلف از جمله تحریرهای تقعی یا چکشی، تحریرهای بلبلی، تحریرهای زیر و رو و سایر اسمایی که براش گذاشتن. چیزی که مهم هست در تحریر اینه که تحریرها نبایستی خیلی زیاده از حد اجرا بشن در آواز، یعنی در واقع نوعی نمک کارن در آواز. اگه بیشتر بشن کار خیلی زیبا نمیکنه و اگه کمتر بشن باز همینطور. من شروع میکنم به اجرای عملی برخی از این تحریرها که دوست خوبون آقای فریدونی زحمت کشیدن و به طور جزئی پرداختن به این انواع تحریر در آثار موسیقی و پیوان سازی که ایشون زدن. من عملیش رو اجرا میکنم که بدونید که خواننده باز چجوری اینا رو ادا کنه. ببینید ما در آواز و در تحریرها 6 تا سیلاب داریم، سیلاب بلند و سیلاب های کوتاه. سیلاب های بلند که شامل آ، او، ای هست و سیلاب های کوتاه که شامل ا، ا، او هست. ما روی این 6 تا سیلاب تحریر می‌گیم با ادوات تحریریه معروفی که معمولاً ه به چشم به گوش می‌خوره، که میشه سیلاب‌های بلندش ها، هوهی، و سیلاب‌های کوتاهش ه، ه، هو. ادوات تحریر چی هست؟ ادوات تحریر در واقع بخش هایی از تحریر هست که به صورت با ها، هوهی یا ها، ها، ها میاد در تحریر و یا به صورت کلمه میاد، جانم، حبیبم، جانا، یارم، ایار و کلماتی که معمولا خواننده ها با سلایق خودشون که البته زیبایی هم داشته باشه و به سبک های مختلف خواننده ها اجرا کردن. من حالا شروع میکنم به اجرای تحریر با ادواتی که بیشتر به چشم میخوره و شامل همون ها، هوهی و هه هو هست. کلماتی که جانم، ایار، حبیبم و اینها هست، اینها خیلی کمتر استفاده میشه. بیشتر تحریر با همون 6 تا سیلاب که ه استفاده میشه درش هست. خب تحریر ابتدا تحریر مقطع رو عرض میکنم. تحریر مقطع تحریرهایی هستن که خواننده ها یا نوازندگان با خفه کردن صدا و کوتاه کردن صدا این تحریرها رو بیان میکنن. اصطلاحا این تحریرها بریده بریده ادا میشن. ها 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 ها. این هم تحریر مقطع است که تقعی و هی بریده بریده اجرا شد با مصوت آ. ها 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 ها. چند تا نوت
پشتر هم به صورت مقطع ها 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 تحلیل حجاز. این تحلیل که نوعی تحلیل فراز به حساب میاد و یک گذر برشوهر، به این دلیل که در گوشه حجاز و گوشه‌ای که شبیه به مثل حسره اسم اون رو تحلیل حجاز. چند نوت چند نوت به صورت فراز ما میریم به سمت بالا. این تحلیل به این شکل اجرا میشه. تحلیل عباطا هست که ما اصولا تحلیل ها رو در یک جمله تحلیل زیباترش اینه که ما از چند مثبت استفاده کنیم، ها، ه، هو، ه، اینا با همدیگه استفاده بکنیم برای زیبایی کار. اگه بخوام ما مثلا همین تحلیل عباطا رو بگیم که یه به صورت ساده است، یعنی فقط شنونده سیلاب آ به گوشش میخوره. اما اگه اینو بیایم با مثبت دیگه استفاده کنی واسه بلند و کوتاه میشه ها 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 با آ ا این میشه. یه چیزی دیگه که لازمه، نکته دیگه که باید در تحلیل بگیم اینه که صدا اصولا در تحلیل و در آواز ایرانی به صورت مخروطی میاد بیرون از دهان، مثل یک قیفی که سر قیف در واقع دهان باشه و ته قیف داخل هر و فضای داخلی دهان باشه. صدا مخروطی شکل میاد، یعنی ما آ رو در آواز نمیگیم، آ در واقع یه چیزی بین آ و او میگیم. آ آ آ آ آ در واقع شکلیه که موقع صدا رو در بیاریم در آواز ایران. این تحلیل عباطا هست. نوت‌های بالا زیر میایم به سمت پایین، حرکت پایین رونده داره. تحلیل بغدادی به حساب میاد به این شکل اجرا میشه. Oh, 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 oh.
تحریر بغدادی بود. یکی از انواع دیگه تحریر بلبلی است. به این نوع تحریر میگن بلبلی، موقعی که خب یه در تحریر بلبلی فرقش با بغدادی هم که دوستمون گفتن اینه که ما در بلبلی روی یه نوت بیشتر از دوبار تأکید میکنیم و تکرارش میکنیم، بعد میریم باز قسمت بعدی، نوت بعدی، باز رو همون نوت 3-4 بار تکرارش میکنیم و باز میریم نوت بعد. اما در تحریر بغدادی اینجوری نیست، اینگار بغدادی زیر مجموعی از بلبلی و از دل بلبلی در اومده، کوچیکتر از بلبلی هست. یعنی تکرار ما و تأکید ما رو هر نوت بیشتر از دوبار دیگه نیست. حالا اجرا تحریر بلبلی به این صورتی که به این نوع که تعداد هر کدوم از اینها بیشتر از دو باشه، تحریر بیاض ترک به نام تحریر بیاض ترک. حرکت رو حرکت فراز هم هست البته و بی شباهت به تحریر نشیب و فراز نیست، ولی یک بافت مشخص بر مردم خودش رو داره، به خاطر همین اسمش گذاشتیم تحریر بیاض ترک. تحریر جواد خانی همین حرکت به پایین تر یا بالاتر اتفاق افتاده. تحریر جوادخانی هست که در واقع در پایان بوشهر رضوی دستگاه شور اجرا میشه. چکاوک استاد لطفی به این شکل میدونن اما استاد فرمرز پایبر به نظر من درست‌تر این تحلیل رو بیان میکنن. در بررسی تحلیل چکشی اون رو به این شکل میدونن. چکشی هست که مثل چکش در این واسی تق 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 تقی و مقتم وقتا اجرا بشه. Oh,
یکی از گوشه های آواز دشتی هست، به این شکل هست که دوستمون اجرا کردن. یکی از انواع دیگه تحریر قنه است که به صورت تو دماغی اجرا میشه، یعنی ما خیلی کاربرد کمی هم داره در آواز، اما همون جایی که اجرا میشه و کاربرد داره این صدا میفته تو بینی. صدا میفته تو بینی و برمیگرده به جای اصلیش. کاربرد کمی هم داره، در چند جایی ما در ردیف از تحر قنه استفاده میکنیم. روی دشتی و بیشتر مواقع طراحه زیر رو بالا میره پایین میاد و این تحریر دشتی هم که در آواز دشتی هست از این تکنیک استفاده میکنه. خیلی در کلی بیات دشتی این حالت رو اجرا میکنه. تحریر دو تا یکی. چون تحریر سه تایی داره دقیق کنیم. ترکیب همون ستایی که بهش دو تا یکی میگه و در ساز هم ما این رو به صورت دو راست چپ میزنیم، یعنی دو تا و یکی. دو تا یکی. تحریر دوگاه. این تحریر چون در گوشه دوگاه زیاد کاربرد داره، تحریر دوگاه. به اسم تحریر دوگاه اجرا میشه. تحریر راک. Oh,
از اون ادوات دیگه تری من استفاده کردم. داد، یکیش داده. داد. بیشتر مساوات آ رو رو مساوات های بلند بیشتر تحریف باید داد و برای زیبایی کن. رو مساوات های کوتاه قشنگ نمیشه تحریف. رو ا، ا و او تحریف دادن قشنگ نمیشه خیلی. مثل بگیم ها 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 ها، یا بگیم هه هه، یا بگیم هو. بیشتر رو مساوات های بلند استفاده میکنن تحریف ها رو و میدن. تحریف رامکلی ها 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 یا ادغامی از اینا ها 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 ها. یا سلمکی از گوشه های دستگاه شور هست که این تحریم در ادامه همون گوشه هست و به همین ها. آه
تحریر شلالی. این تحریر رو به این دلیل من نام شلالی براش گذاشتم، چرا که در ساز با تکنیک شلال یا رسل رو سب سریع اجرا میشه. در آواز هم یه همچین بافتی رو داره. تحریر عراق. تحریر فراز. تحریر از پایین میره سمت بالا فراز. حالا اگه بخوام این ادامهش بدیم میشه هر چقدر صدا وسعت داشته باشه بیشتر میره بالا و از تنفیر اونها. همچنین در حرکت های به سمت بالا می‌تونیم هم اشاره به جلو داشته باشیم و هم اشاره به عقب. تحریر فلکی. همچین فرم میداده و شاید شبیه به تحریر بلبلی باشه. به فرمی از تحریر بلبلی هم داخلش هست. تحریر عراق. تحریر ناوس. به نام تحریر ناوس. تحریر نایب اسدالله.
نایب اسدالله یا شمالی. تحریر نشیب و فراز. بالا میریم و پایین میایم با این فرم از تحریر به صورت نشیب و فراز. می‌بینیم که هم به سمت عقب میاد و هم به سمت بالا. میتونه ستایی بشه و مدل های مختلفی رو داشته باشیم. همچنین در تکیه ها و اشاراتی داریم میتونه در این حرکت نشیبی که به سمت پایین داره هم به بالا و هم به پایین اشارات داشته باشه، مثل این حالت. همینجوری میتونیم بگیم به همینجوری ها 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 تحریر عدد نام این تحریر رو از گذاشتم که راستن باشن 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 دا ها 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 دا این به صورت فراز با اون قبلی بسازه میشه. ذکر کنم در تو تحریر که البته خیلی هاش دوست از آقای فیدونی با زحمتی که کشیدن و تحقیقاتی که کردن در این ویدیو جمع‌آوری کردن و نیازی به ذکر من نیست. از جمله استیل خواننده، از جمله تکنیک هایی که خواننده باید در تحریر ها استفاده کنه. در تحریر خیلی اوقات
ممکنه از نوت‌های کورال استفاده بشه، نوت‌های سوری استفاده بشه که بسته به اون گوش قوی که خواننده داره و تمریناتی که میکنه بایستی اون نوت‌های همونطور که نوت‌های بکار رو در تحریرها میگیره و میخونه، نوت‌های سوری و کورال رو هم بتونه بگیره و باش تحریر بده. برای همین خواننده معمولا بایستی حتی امکان بتونه یه ساز رو به خوبی بزنه و ساز کمک بگیره برای هم بالا بردن تکنیک خودش و هم اشراف به صدا و انواع صداها و نوت‌ها. تحریرهایی که روی نوت‌های کروم و سوری استفاده میشه هیچ تفاوتی با تحریرهای دیگه که نوت‌های بیکار هست نداره و تنها اینه که بتونه خواننده اون صداها رو در حنجره خودش تولید میکنه و اجرا کنه. نکات دیگه ای هست که در تحریر بایستی رعایت بشه در خواننده، استفاده از ادوات تحریر متنوع هست و بسته به سبک و شیوهی که خواننده دنبال میکنه و از اون ادوات هم با تجربه همون استفاده میکنه در کارش. حالا بعضی ادوات قدیمی تر شدن، مثلا محبوب من شاید کمتر الان استفاده میشه و بعضی ادوات همیشگی بودن، جانم، یارا و بیشتر استفاده میشه. تحریرها همچنان که صدای آواز ایرانی بیشتر اوقات بایستی از سر در واقع ساطع بشه و بیرون بیاد، تحریرها هم همینطور. غیر از تحریرهای مثل قنه، بقیه تحریرها باید از سر در بیاد، یعنی خواننده صدا رو هدایت کنه به سمت سرش و اون تحریرها رو هم همچنان که شعر رو از اونجا ادا میکنه، تحریرها هم میتونه از اونجا ادا کنه تا تحریرها واضح‌تر و زیباتر به گوش شنونده بخوره. صدا هر چقدر بتونه بیشتر خواننده به سمت سرش هدایت کنه و صدا رو از سر بیاره بیرون، این خواننده صداش شیواتر و واضح‌تر به گوش شنونده میرسه. در طول ادای تحریرها ما مستبدهایی که ادوات تحریری که مثل داد داریم، جان داریم، یار داریم، یارا داریم، سعی باید بکنیم که اون مثبت آ رو روی مثبت آ تن در واقع کشش بذاریم و طولانی ترش کنیم. مثلا میگم دا یا مثلا یارا یا آ تحریک گذاشتیم، روی آی یا تحریک گذاشتیم، حتی آی را کشش نذاشتیم. یعنی ما برای زیبا شدن کلمات بایستی الله زیبای شناسی اینا رو رعایت بکنیم تا کارمون قشنگتر از آب در بیاد. اگه یارا رو مثلا اگه بخوام الف را رو کشش بذاریم با قشنگی میشه، میشه یارا اینطور میشه. بسته به سلیقه خواننده و درک زیبایی شناسیش اینها قابل استفاده است در کار و
میسازه خواننده این آهنگ رو، طراح مورد پسند و مورد درکش رو مینویسه و اجرا میکنه در کار. تحریرها بایستی مکمل کار باشن، مکمل آواز ما باشن و در واقع یه بخشی از جملات آوازی ما رو تشکیل میدن. ما در آواز همچنان که از شعر استفاده میکنیم و از کلام استفاده میکنیم، تحریرها هم باید بیان کننده و تکمیل کننده اون شعر و اون کلام قبل از خودشون باشن. اون حال هوا و اون معنایی که اون شعر و اون مصرع بیت میخواد توسط خواننده بیان بشه، تحریرها هم همچنان همون معنا رو بایستی کامل کنن و مخالفتی و غیر همراستایی نبایستی با شعر قبل خودشون داشته باشن. ما خیلی میگیم که خیلی تحریرها هیچ ربطی به شعر نداره، هیچ ربطی به شعر نداره و حرف خودشون میزنه، تحریر برای خودش یه حرفی میزنه، شعر قبل از اون یه چیز دیگه گفته. این گوش شنونده نمیشینه، دلش نمیشینه. تحریرها بایستی با استفاده از ادواتش و تکنیکهاش و یا حتی انواعش طوری چیده بشه در کار آواز، در چیدمان کار، که بتونه اون شعر قبل از خودش رو کامل کنه. غیر از این اگر باشه، در واقع یه نوع تزئین میشه فقط که برای آواز هست، چیزی غیر از اون نیست. همچنان که به صورت عنوان تزئین کار استفاده میشه، اما مهمتر از اون این کامل کنندگی شعر قبل از خودش رو برده داره. تحریر تحریرها بایستی خیلی تیز و خیلی گنگ به گوش شنونده نشین. خواننده باید با توجه به شیوه و کاری که داره تحریرهایی ادا کنه که باعث آزار گوش شنونده نشه. هم با اقسام حالا شیوه ها در خواننده های مختلفی داشتیم. خب خیلی تحریر واقعا تکراری و بدون معنی و حتی از لحاظ صدایی باعث آزار گوش شنونده میشه. اون دیگه نمیشه گفت اسمش تحریره، در واقع میشه گفت یه جور خودنماییه. تنها بخشی از هنر آوازی ما هست که از قدیم هم بوده و به قول جان فیرونی شاید قبل از آواز اصلا تحریر به وجود آمده. بنابراین بایستی لابلای اشعارمون به صورت درست و صحیح استفاده کنیم. اگر غیر از این باشه، در واقع لطمه میزنه به نوعی، به آواز ما لطمه میزنه و از زیبایی و زیبا شناختی کار کم میکنه. امیدوارم که همه دوستان در رشته آواز بتونن از اونچه که ما در اختیارش گذاشتیم بهره ببرن و برای همه آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم در کارهای هنری و زندگی‌شون.